سلام و عرض ادب. لکچر امروزی ما تقسیمات یا سمبندی نیروی سیستم بر اساس فارماکولوژی کلاسیفیکیشن اف نیروی سیستم بیسد آن فارماکولوژی هستند. ما به خاطر از اینکه چون فارماکولوژی گیم ریسپتور است و دوا زمانی که تطبیق میشه باید از به تارگت ارگان و به ریسپتور خود وصل شد تا اکشن به عمل بیاید. با دو بخش دیگه علما تقسیمش کردن، سیستم کولینرژیک و همچنان سیستم ادرنرژیک. سیستم کولینرژیک همچنان آخذه هایش آخذه های موسکارین است و همچنان آخذه های نیکوتینیک داره. آخذه های نیکوتینیک با آخذه نیورومسکولار اینجا ریسپتورشان است، نیورومسکولار نیورو نرو سیستم مسکولار عضله جنکشن در اینجا وصل میشه و اکشن نشان میده و همچنان نیکوتینیک ریسپتورها دیگه در کجا است؟ در گانگلیون است که در لکچرهای بعدی بالای گانگلیون ها بس میکنه. میم سر ادرنرژیک سیستم. ادرنرژیک سیستم داره ادرنرژیک ریسپتورها میباشد، چون گفتیم گیم ریسپتور است و همچنان باید است دوا زمانی که تطبیق میشه و خود سیستم بدن نرمال زمانی که فعالیت میکنه نیورو ترانسمیتر انتقال میده، باید است به تارگت ارگان و همچنان به ریسپتور خود چی کنه؟ وصل شود، فیوز شود تا اکشن انجام بده. ادرنرژیک ریسپتور، ماده ادرنرژیک ریسپتور دو ریسپتور داریم، آخذه های الفا آخذه های بیتا. آخذه الفا با الفا یک و همچنان الفا دو تقسیمش میکنیم، چون الفا یک الفا دو دیستریبیوشن تقسیماتش در بدن فرق میکنه، جاهایش فرق میکنه، در لکچرهای بعدی میگیم. و بیتا همچنان ما آخذه بیتا یک داریم، بیتا دو داریم و همچنان بیتا سه. بیتا یک مثلا چون یک دوست مختص به طور مثال در قلب موقعیت داره، زمانی که تنبیه شد بالا قلب ریتش چی میکنه؟ بالا میبره، هارت ریت بالا میبره، فورس آف کانترکشن ریت آف کانترکشن بالا میبره. بیتا دو همچنان به طور مثال در لنگز یا در ریه و همچنان بیتا سه در ادیپوس تیشو که تمام تقسیمات در لکچرهای بعدی با شما شریک ساخته میشود. فعلا مهمتر از اینکه زمانی که ما ادرنرژیک اگونیست اگر دوای بتیم که سیستم ادرنرژیک تنبیه کنیم و یا همچنان ادرنرژیک اگونیست بگویم، آلترنیت نیم بر ادرنرژیک اگونیست سیمپاتو میمیتیک هم میشه که استفاده کنیم. سیمپاتو میمیتیک ادرنرژیک انتاگونیست هم ما میتونیم برش بگویم که سیمپاتو لایتیک. سیمپاتو لایتیک. تشکر، سلامت باشید.